ساخت انگشتر نقره با سنگ فیروزه قسمت دوم. خیلی خوش اومدیم قسمت دوم از ویدیوی انگشتر فیروزه. این انگشتری که تصمیم ویدیو میخوایم بسازیمش، این هفته قرار پارت دومش داشته باشیم، ادامه پارت قبلی که هفته پیش پخش شد. بریم ببینیم که تو هفته قبل چیکار کردیم. هفته قبل اول طرح دلخواهمون رو روی نقره چسبوندیم، با اره کامل بریدیمش و اونو خمش کردیم و آماده جوشکاریش کردیم. تو این ویدیو قرار هم جوشش بدیم هم پرداختش کنیم. اگه دوست داشتین تو ادامه ویدیو با من همراه بشید. اولین کاری که میکنیم یه مقدار به قسمت‌های درز انگشتر که شبیه آستین بلوز هست تقریبا یکم مایع جوشکاری میزنیم و حرارتش میدیم تا مایع جوشکاری تو اون نقطه‌ای که قرار جوش بخوره خوش بشه و به اصطلاح کریستاله بشه تا بتونیم لحم راحت اونجا قرار بدیم. بعد لحم رو روش میذاریم و اون رو جوشش میدیم و توی اسید دوباره سردش میکنیم که هم سرد بشه هم سفید بشه در واقع و بتونیم باش دوباره کار بکنیم. بعدش با فرز میایم اون قسمت هایی که لحیم خورده یا خط و خش داره یا به هر شکلی زائد داره رو با فرز یکم تمیز میکنیم تا ظاهر بهتری داشته باشه. بعد میایم با سوهانچه شیب انگشتر رو درست میکنیم که همون شیبی باشه که قشنگیش حفظ بکنه، از دو طرف به یک شکل به اندازه باشه و با فرز زائده هاش رو دوباره پاک میکنیم، هیچ زائده ای روش نمونه. بریم ادامه کار. حقیقتش تو این قسمت داشتم تلاش میکردم یه قاب زیری واسه انگشتر درست بکنم که ذره فیلم برداریش مشکل داشت، خیلی مشخص نیست، ولی دارم یه تصمیم درست میکنم که زیر انگشتر میقشن کشیده میشه و سنگ رو در واقع داخلش نگه میداره و بعدم اون قاب رو دقیقا از زیر انگشتر میذاریم داخلش و با لحیم جوشش میدیم تا یه مکانی باشه که بتونیم بتراشیم و سنگ رو داخلش قرار بدیم و بعد میایم با مته مخصوص دیواره انگشتر رو از داخل میتراشیم و یه جای مخصوص واسه سنگ درست میکنیم که سنگ بره اونجا بشینه، چون تو حالت عادی یک ورق خالیه و هیچ جای خاصی نداره که انگشتر داخلش بره. تا همون قسمتی هم باید بتراشین که قاب زیرشه که یه جورایی وقتی دیواره رو میتراشین و سنگ رو توش بدین سنگ از زیر انگشتر نیفته بیرون. اون قاب رو به خاطر همین پشتش جوش دادم. بعدش هم سنگش میذاریم روش و چک میکنیم که ببینیم اندازش یا نه و الان بعد انگشترش رو سوار بکنیم. حالا بریم جلوتر و سوار شدنش هم بتونشون میدیم. خب ببینید با یه مته حالا با سنبه یا هر چیزی باید به دیواره اون قابی که تراشیدی از بالا ضربه بزنید تا بخوابه روی سنگ و سنگ به اصطلاح سوار بشه. بعد از همه این کارا باید سنگ انگشترتون رو پرداخت بکنید و مواظب باشین چون فیروزش بهش روغن نخوره که بمیره، چون فیروزه میتونه رنگ تغییر رنگ بده و به اصطلاح بمیره. بعد از اینکه پرداخت کردین انگشترتون آماده است. همین زیبایی که دارید میبینید هم اول ویدیو هم نگاه کردین، بریم تحویل صاحبش بدیم. اینم مادر بزرگ عزیزمه که انگشتر براش درست کرده بودم و اینجا بهش تحویل دادم. مرسی که ویدیو منو نگاه کردید. اگه دوست داشتین ویدیو رو لایک بکنید، اگه خوشت اومد کانال منو سابسکرایب بکنید. هر سوالی هم داشته باشین تو کامنت ها بپرسین، حتما بهتون جواب میدم. یه دوره تلاسازی هم میخوام ضبط بکنم که اگه بتونم ضبطش بکنم سابسکرایب بکنید که اون دوره از دست ندید. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.